آخرین باری که باشگاه بودی که بود؟ قبل اجرای ترکیه یه ماه رفتی. یه ماه؟ نمیدونم چه. سال 402 چه ایری بود واسه؟ فکر کنم سال خیلی چیزتری بوده. سال 402 میشه امسال دیگه. آره. از اینجا شروع کنیم. چرت‌ترین ترندی که تو رپ فارسی یادته چی بود؟ به نظر من حاجی چرت‌ترین مثلا یه کلمه هایی مثل پلنگ و اینا بود. ساعت یا چنگ؟ ساعت. هودی یا پافر؟ هودی. حسین دیم یا حسام دیم؟ چند تا قراره بزن؟ دوازده. الان چند تا شد؟ تو داشتیم 5 کیلوه چرا جلو دوربین میگی 12.5؟ یه جا گفتی چی؟ یهو رد میدم موهامو میزنم. از چرا گفتم؟ چقدر سخت شد زندگی. بریم سیگار بکشیم فهمی سخت بود. سینه بیرون یه ذره باسن آقا. داداش این رسانه شوید رپر رو آسان اقام نمیده. هیچی از بزرگتر شاهین نجفیه. کپ پرستریمتانی ترک آندر ریتد تو سانگرول جیلی زیلیزه. حق قدیم. سلام، خوش اومدید به قسمت اول خمارشکن. توی خمارشکن من یه سری مهمون دعوت میکنم. مهمون ها اکثرا ربط دارن به رپ فارسی، شاید هم نشته. و با هم دیگه توی باشگاه تمرین میکنیم، وزنه میزنیم. ته تمرین هم میفهمیم که کی خفن تره، معلومه که من. و بجز بچه های بکستیج که کمک میکنن توی ضبط برنامه، کوچ حسین رو داریم، مردی که صبحونه آجر میخوره. مهمون قسمت اول برنامه خمارشکن هم کسی نیست جز امین دی جی. خب، خوش اومدید داداش. عشق منه. باشگاه چقدر می‌بینی؟ زیاد. آخرین باری که باشگاه بودی کی بود؟ قبل اجرای ترکیه یه ماه رفتی. یه ماه؟ نمی‌دونم چرا. جواب بده. صدق سبک بزنی، بعد لولو می‌بریم بالا. تو سبک‌ترین حالت می‌بینی؟ آره. به سمت چپ بچرخونی. اوکی. تمام. سال 402 چه ایری بود واسه؟ فکر کنم سال خیلی چیزتری بوده. سال 402 میشه امسال دیگه. آره. از اینجا شروع کنیم. ساله 402 رو دوست داشتم، خیلی خوب بود. خیلی خوب بود که آخه نمیدونم، خیلی اینگیانگ بود. میدونی 50-50 بودم چی برام. آره، تازه من فکر میکنم خیلی ساله چیستری بودم. نه خیلی همه چی برام. نه خیلی 50-50 بودم چی برام. هم خیلی سوخت دادم، هم خیلی سود کردم. ورزش به جز بدنسازی کار دیگه ای علاقه داری؟ فوتبال علاقه بسیدارم. که زیاد دارم فوتبال علاقه دارم، پینگ پونگ رو خیلی علاقه دارم. آره. تو خیلی صنعت ادبی زیاد استفاده می‌کنی، آرای ما رو اوفر. آره. کدومش رو بیشتر از همه دوست داری؟ جناستام پرفکت رایم. آره، ولی خب خیلی دیگه تکرارش کردم، خودمم کردم. یعنی دیگه هر یه ترکی از من گوش بده یه دونه جناستام قابل پیش بینیه. چند آخریه؟ کلکسیونش آره خیلی چیز زیاد. این دو تا ترک بود اصلا به من ربطی نداشت. یهو همون روز تصمیم گرفتم اینو سوئیچ کنم، امشب بدم بالا چون حالم خوب نبود. آره. یکی از بهترین ریلیزات بود. آره خیلی بدون برنامه‌ریزی و گذشته و اینا بود. خودش عشق من رو خوب می‌زنه. به نظر چرت‌ترین پشت تو فقط یکم صاف فکر ببخشید. آها. حالا کو من شما دست حتما ما بگیری. هم میتونی بگیری هم میتونی نگیری. دست رو پا نذاری. من رو جا بذار. آها آزاد. چرت‌ترین ترندی که تو رپ فارسی یادته چی بود؟ برای 402 بگم. نه کلا یاد چرت‌ترین میتونه مثلا لباس باشه، میتونه ساوند چرتی که مد شده باشه. مثلا به نظر من حاجی، نظر من این ترک سوتا که مد شده دیریلرام بود کرده. واقعا که چرت‌ترین ترند است. من دوست دارم استایلش، به نظرم باحاله، ولی یکم دیگه اگزاجره هاجی داره. مثلا همه چی اون شکلی میشه، یعنی برندهای دیگه هم اومدن با من، ولی حالا کاری ندارم. اون که استایل مستر خیلی من تو این داستانا نیستم. به نظر من هاجی چرت‌ترین مثلا یه کلمه هایی مثل پلنگ و اینا بود. من خودم سعی میکنم هیچ وقت استفاده نکنم، فکر نمیکنم تو ترکیم استفاده کرده باشم. ببر لول بالا. چقدر داداش؟ ببر بگم خوبه. تو خیلی سنگیره داداش. چیز برای اولین تغییر زیاد نبود. زندگی تو شهر دوست داری بیرون شهر؟ زندگی بیرون شهر. سانکرول یا یوتیوب؟ یوتیوب. من یوتیوب هم ضعیفه ولی یوتیوب شهر دوست دارم. یوتیوب یا اینستا؟
یوتیوب. ببین اینستا آخه من آدمی نیستم که تو اینستا بچرخم، آدمی هم نیستم که تو یوتیوب بچرخم، ولی خب به نظرم یوتیوب قوی تر از اینستا. گیم میزنی؟ گیم فیفا. پلی‌استیشن 5 یا ایکس باکس؟ PS5. تو دیت پسر خرج کنی یا دختر؟ پسر جا افتاده دی. آه جا افتاده یا اینکه؟ اشتباهه ولی جا افتاده. آه اشتباه. خارجی ولی مستر کوالیتی یا ایرانی ولی هست؟ ایرانی ولی اصل. آخه ایرانی ولی اصل مگه ایرانی های خوب نمیدونم، ایرانی خوب ولی اصل داداش اسم نداره کلوسی. آها راجب همه چی. آره دیگه ایرانی ولی اصل. ایرانی ولی اصل. ساعت یا چین؟ ساعت. چینو بیشتر دوست دارم ولی خب فعلا با ساعت کنم. خب ساعت یا کتونی؟ آره کتونی. کباب یا فست فود؟ کباب. ایرانی ها کباب بازن. کباب. آره کباب. پنت هاست یا ویلا؟ ویلا. ترپستار یا نایک؟ ولی ترپستار یا هودریچ گوز پیچ جان؟ ترپستار یا نایک؟ نایک. جنگ. بازیگر خوانده دختر؟ زنت. زن بازیگر. در یک دنیای دیگه. بازیگر. ماشین خفن خونه معمولی یا خونه خفن ماشین معمولی؟ خونه خفن ماشین معمولی. هودی یا پافر؟ هودی. هودی آخه همه جاییه ولی پافر. پافر. مثلا اینقدر گرم شده پاور نمیشه بوشید. دیریل یا ترپ؟ سرعتش هم با هم نباشه. دیریل یا پاپ؟ ترپ. یا خارج؟ ترپ. ترپ کم. کنسرت ایران جمعیت کم یا کنسرت خارج جمعیت زیاد؟ کنسرت خارج جمعیت زیاد. کش بیشتر. سخت نیست رفتنش؟ نه. فکر کنم نفس نزنی افتادی. من برنامه گذاره همه خودشون همه چی اوکی میکنن معمولا. ببینم تو چقدر سیف کردی خیلی داداش من رو ربع ساعت منم ربعم نه ربعم داداش این چرخا رو اجلاش نیست داداش تو خیلی بیشتر از ربعی سه تا اولویتت واسه سه تا صفت اولویتت واسه دو چی سه تا صفت اولویتم واسه کی پارتنر مورد علاقه خوش اخلاق خوش تیپ مهربون واقعی هم کاش میگفتم واقعی چارت حسین دیگه میارسم دیگه حسین حسین خیلی من باره حسین بیشتر رفاقت کردم حسامو خیلی دوست دارم ولی با حسین بیشتر رفاقت کردم تنجی یا کوش تنجی یا کوش تو ایران من بین این دوتا چیزی تشخیص ندادم نمیفهمم کیشی به چیه فعلا ایندیکا خوب درست هیچ کدومه آره باش کنیم تحریم کنیم بریم واسه وزد دوزارم واقعا سنگین بود اول کی بزنه تو بگو تو بزن که چشمش ببینه دیگه دونیم. بابا داداش بالا من اضافه اوکی اینطوری 60 تا میذاری از اون خطا اینقدر میگی نه برو برو بیرون بابا بلد بزن خیلی توضیح بدم اول دیدی داداش بشین من توضیح بدم این نی آره بعد بیاد روی سینه خب آرنجت هم سعی کن که جلو بگیری برای اینکه آرنجت جلو باشه یه مقدار مچتو بشکون مثل گاز مچ بیا رو سینه چون با این داری بابا یا رو سینه بهش ولی این واقعا زیادی دیگه فرمه که چند تا قره بزن؟ دوازده الان چند تا شد؟ چهار کنسرت چه خبر؟ خواهی زودتر از اولی ها شروع میکنی سوال تو داشتین چند تا مونده کنسرت تهران داشت میخواهی یه حرکتی بزنیم که دیگه ولی چون تو تهرانی یکم نمیشه مثلا قضیه رو بازش کرد خود در جریان آره کنسرت چی؟ آره اینو نمیخوام خیلی باز کنی چون کنسرت چیز چجوری بود؟ استانبول آره. ازت پرسیدم ولی آره. اونقدر مفصل حرف نزدیم کنسرت استانبول از توقعی که داشتم فهمی کم بیشتر خب من فن مشترک با رضا و علی نداشته باشم علی جیدار آه ولی رفتم خوش وایب بودم مثلا اونجا میخوندن با ترک و اینا حال میکردم ارتباط خوش گذشت بیشتر از توقعی که داشتم همراهیم کردن واسه همین خیلی حال داد بهم یعنی توقعم خیلی پایین تر خوبه چند نفر بود جمعیت بودن؟ فکر کنم نزدیک 450-500 نفر جدی؟ من تو عشقه چند میزدم؟ 22 چیه داری؟ نه 22 پونده 15 کیلوه 12 و نیم زیاد کنیم مثلا 2 و نیم بود مال من؟ شدهش این 5 کیلوه چرا جلو دوربین میگی 12 و نیم؟ خب چند بزنه؟ همین 5 رو بزنه 5؟ 12 تا دوباره؟ داداش معمولا ما میشه 10 تا الان ها دوازده اوه این سیستم ها هم بلده دوازده دشت ماشالله چیز چی شد همین داستان
داستان با آدرو چیه تو بلاتخی؟ داستانتون با آدرو صحبا اگه زودتر گل بکشیم ما هم داستان سه بار فکرم تو الان قرار کردی آشتی کردی آجه امین تی جی بودم چجوریه سخته؟ امین تی جی داره سخت میشه سخت نبود ولی داره سخت میشه یکم آجی مافیای مارکت زیاد شده کلن رپر بودن داره سخت میشه نه صرفا امین تی جی آها چلاو دیگه صرفا رپر بودن ببین مافیا بازی جوری شده که دیگه واقعا به نظرم هم وکیل لازم داری هم منیجر واقعی لازم داری نباید تنها تصمیم بگیری یه آره یا نه جا به جا آینده تو باش بازی میکنه بگی نفس بگیر بذار نفس بگیر میزنه بابا نه اوکی حالا بریم چند سالت شده الان من متولد 79 هم 402 ام 23 نشدم 23 ام 23 نشدم مرداد امسال که یاد 23 سالم میشه تازه چقدر کوچولو هم باشی چیز دو سالم آرنجلو بشه به این سخترش میکنی هر رفت دو سال قبل میشد 5 6 17 سال میشد 5 سال قبل خب دوست داری برگاری 5 سال قبل یا 5 سال بعد بیا دادش بیا کمک فعلا هی من میرم هی میرم علداش داره پایین تر از اون چیزیه که فکر میکنم من ده هم میگه 8 منم 5 سال قبل برگردی دوست داری یا 5 سال بعد یهو بری 5 سال بعد با همین شیبی که داری میری یا با همین سال بعد دیگه چرا آخه با برگردم قبل یه چیزایی درست کنیم آره البته میتونم خیلی چیزها رو درست ولی 5 سال خیلی اصلا گفتی 3 سال قبل یا 3 سال بعد میرفتم 3 سال قبل 3 سال قبل ولی برگردم 17 سالگی ماجی خیلی عقب میافتم عقب نمیافتی اتفاقا این شاید چیزایی رو بدونی ببین اگه با تجربه این 5 سالی که دارم برگردم 5 سال قبل خب آره با همین تجربه مثلا آره اون قشنگ تره ولی باز دوست اصلا کلا گذشته یه وایب بدی بهم میده آها تو از اینایی نیستی که گذشته مثلا بهتر بود فیلم زیر 2010 ببینم دلم میگیره هر سبکی ها اکشنش ترسناکش فلانش تو مثلا اینایی نیستی که میگن رپ فارسی قدیم قشنگ تر بود فلان همه چی قدیمش قشنگ تره نه خوده الان که رپ خیلی قشنگ تره خوده بابا من واقع بینم یعنی از هیچ کدوم از دستان نیست فقط واقع بین میدونی چی میگم الان رپ به نظرم خیلی قشنگه همه چی بهتره بابا هر چی میخوای همه چی شاید نه مثلا فیلم سینمایی الان قشنگتره بابا نه نمیبینم من حقیقت ولی باربی قشنگ چی باربی رو نمیدی باربی قشنگ بود باربی هم چی چی نه دادی چی نه خیلی خواهم حرکت بعدی ترکیب نشر از جانب و نشر از جلوه میاریم بالا سعی میکنیم یه ذره آرنج خم باشه که به مفصل فشار نیاد میارمش جلو میام پایین میام جلو دوباره برعکسش رو میرم این میشه یک چانده؟ سه تا ده تا چه اول بزنه؟ تو بزن چرا اول همه رو من میزنم؟ چون تبلیو که من زدم سلطا تبلیو که خب یه بالا یک یاد بگیر باشم فرشت چی خوشی گل شد دو شاید چند وقت چیز میکنی؟ یه سال و هفت ما شد اول میشه سعید یه سال خورده یه سال و نیم مثلا چند تا شد تو بهش قبلش هم مثلا خیلی نه قبلش هم ارزش میکردم ولی دیگه دور نبود بدنت از الان دور بوده ولی از الان دور بوده از رو فرم بودم آجی چیز موهاتو نزدی تا حالا نه من داشتم تا حالا که نه خب از موقعی که بلند کردی سه چرا میرم نوگیری میکنم نه نوگیری که یه جا گفتی چی یه ها رد میدم موها رو میزنم از چرا گفتم من رد نه چند تا شد داداش چی رو اینگه سنگی جو نموزم اینجا میره میشماره به حواسش به هر طرفای ما میشه دروغ میگه به خوده من مطمئنم خوبه تمام چقدر سخت شده زندگی بریم سیگار بکشیم فهمی سخت یو اول فاز سادی خیلی سیسه این اومده همون سنگینه بابا بریم برو باشم زیر نوره هم این بود یا برعکسش بود سلطان آها رفت و برگشت آفه بلند بشمار که همه شاهد باشه
دو بیا پایین. چی شد؟ اینجا رو بیا دو. بیا پایین؟ آها. ایش اینو رو سه حساب کن. آموزن دیگه. آجی تو کیف بچت گل پیدا کنی چی کار؟ فرض کن بزرگ شدی، زن، بچه، فلان. نشه خودت رو بذار تو. چند سالگیش؟ مثلا مهمه. البته آره مهمه. 30 سالگی نیم اومد. مثلا 20 سالگی، 18 19 سالگی. اگه ببینم اصلا حالا تو یه مسیری به سمت یه هدفی فلانی اینایی هست خیلی سخت نمیگیرم، ولی اگه ببینم خیلی دیگه مثلا تو کسه در واقعه دادش من نمیتونم رزان آقا نمیتونم ندونم دادش گره بابا جونه ما میریم خونه فردا موزیک ویدیو داریم دم میکنی یا باز فردا آدم لخ نیستم هشتایی بزن تو دهتایی بزن من هشته ای میزنم میخوای وزنم سنگین کن یه ذره محدودیته باید داشت محدودیت نداره کاتالوگی تو رو خوندم مثلا من الان خودم زندگی میجوری شده فول تایم یوتیوبرم تقریبا تو فول تایم رپری دیگه درسته؟ آره چجوریه فول تایم رپر بودن؟ خوبی، بدی، سختی؟ خوبی که حال میده، نمیده خوبی که خیلی حال میده ببین چون میدونی مثلا صبح بری شرکتی وایسی ساعت 8 صبح تا مثلا 6 عصر ماهی 12 میلیون بگیری یا رپر باشی ماهی 50 تومن استریمت بیاد واسه همین خیلی حال میده ولی خب میدونی مثلا ولی بدیش هم کم نیست یعنی فکر نکنن مثلا اینطوریه که بدیش کمه بدیش چیاست؟ میدونیم تقریبا چیاست بدیش اعصاب خوردی بدترین بدیشه تو صبح تا شب هی تکست فلان میاد برای تکست فلان میاد از طرف خود افراد مارکت ها مثلا هیت این میره رو میخوایی میره این با اون دعواش میشه اون با این دعواش میشه میان تو رو واسطه میکنم فلان میکنم چون دوره ای هم که بچه های مثلا دوروبری های من و کسایی که من باشون در ارتباطم و تو اینستا همو داریم و اینا یه دوره ای که یکم سنام به نظر خودم دیگه بچه که نیستیم دروغ که نمیتونیم به خودمون بگیم سنا پایینه هنوز به اون ثبات نرسیدم بچه که نیستیم دروغ نمیتونیم سنده اون پایینه نه ولی واقعا بچه و کم سن فرق داره دوونتر بزن که فشار کمتر بیاد خود اون میزنم دیگه زره آجی نه نه فشار نیست فعلا این که مثلا خودت باید بالا سر خودت باشی سخت‌ترین قسمتش نیست که مثلا تو امروز باید این کارو بکنی میدونی مثلا وقتی این شرکت یارو هست به تو میگه آقا این کارو میکنی حقوق میگیری نکنی نمیگیری ببین آخه قشنگیش اینه استعداد مثلا من رپر چیه خوب بخونم خوب بنویسم خوب نمیدونم فلان کنم دیگه اکت بیام نهایتا آره. تو موزیک ویدیو آره. بقیه کارا که چه ماشینی تو موزیک ویدیو بیاد کدوم لوکیشن بری و اینا رو نباید رپر انجام بده نباید انجام بده ولی عملا تو ایران باید انجام بده خب دیگه پس این اینش بده علاکی سخت یعنی اگه یه دودش تموم شد 8 قرار بود بزنم قرار بود هر وقت خسته شدم بزنم زمین دیگه من هم آره این اگه مثلا من میشستم آجی صبح بیدار میشدم میگفتن هم این تیجه این پنج تا عدد مثلا این برنامه امروز توه باید اینو انجام بدی شبم که این میلیارد تومن میاد تو کارته خب نه این چی میگن؟ آرتیست هم... یعنی این درستش این آرتیست اتفاقا خودش اون دنیا اینطوری نیست مگه ولی من نمیدونم نه من اون فرم دارم نه تو آخه من حدسم اینه دیگه یه منیجری وجود داره که همه کاراتو هندل میکنه شاید تا حالا موزیک نمیدونم تو فرایند بستنش و اینا چرا قرار گرفتی خیلی مهمه حالت خوب باشه لوکیشن که توشی خوب باشه آره. همه چی شرایط خوب باشه حتی بخوای موزیک دب بنویسی ها مثلا تو فکر این باشی وای این بدهی هست این فلان هست شب باید اونجا باشم صبح فلان باید 8 صبح بیدار شم این کالم یادم نه این دیگه کجا تکس بنویسی خیلی اینا تو مخه من همین امروز که می‌خواستم هماهنگ کنیم 37 تا چیزو باید هماهنگ می‌کردم یه دونه مثلا میکروفون دیر رسید مغزم پاچید مثلا نیم ساعت طول کشید تا ریلکس شد ایناش بده دیگه ولی خب کلا خوبه اینا رو هم نداشته باشه که خیلی هولو برو تو یلو به فعلا بهترین آپشنمونه فکر کنم زدیم سه تا نه تو سه تا زدی تو آره من دو تا کاش می‌گفتیم آره داداش چیز فرمول داره نوشتنات آقا این دوربینه به پشت من دلا میشم دمبل بردارم از اون دوربین چی داشت؟ نوشتنت فرمول داره؟ آره یعنی مثلا اول پانچو در میاری بعد من نشستم دارم فیلم نگاه میکنم
یهو مثلا حالا نمونهش الان تو ذهنم نمیاد، باید برم تو سیو مسیج تلگرامم تا باید بگم. مثلا 5 تا پی ام قبلی من یه کلمه نوشتم برای خودم، دیگه اونو من یه جایی استفاده میکنم. مثلا داری فیلم نگاه میکنی یارو میگه فلان، میگم ای این که هم فلان میشه هم فلان میشه هم فلان میشه، میچینم اونو اونجا تایپ میکنم تو سیو مسیج. بعد دیگه جلوتر یه بیتیو مثلا میخوام استارت بزنم، میگم خب بیا با این شروع کنم. اول دو تا قافیه اولیو مثلا در میارم باهاش، تو چند تا شده؟ دو تا نصفی مونده. آها فکر کنم یه دو تا نصفی شده، فکر کنم به اون بده. بعد آقا من مثلا من دیدش بیا اینم نصفش. یه دونه دیگه بزن. یه دونه دیگه هم بزن جفت. سرشونه دو تا زدیم دیگه، بعدی چیه؟ جلو بازو پشت بازو بریم دیگه. جلو بازو پشت بازو. آخ ببین اشتباه. خب پشت بازو سیمکش می‌خوایم بزنیم. تو کل پشت‌بازوها کلا ما با نرمی دست حرکت رو اجرا می‌کنیم، مخصوصا تو سیمکش. شست بالاست، آره با اینجا شست بالاست، یه مقدار باسن عقب، سینه جلوه، زانوت هم خمه که بدنت کمک نگیری موقع اجرا. هلش میدم پایین، از یه جایی که میاد بالاتر، حالا باز این بهتره، ببین آرنجت جدا میشه از اینجا، دیگه نباید بالاتر بیاد، یعنی آرنجت جدا نشه، بیاد همینجا، میام پایین میام بالا. پایینم تقه نمیزنی اگه خسته شدی، اگر خسته شدی سریع آوردی پایین تا قبل از صاف شدن مفصل بیاد. آره ولی اگر آروم داری میزنی میتونی قشنگ صافش کنی، نرسیده به تقه ولش میکنی. آره اجازه هم به چسبون به بدنت. آها سینه بیرون یه ذره باسن عقب. این داداش این قسمه چی میکنی؟ رپر باسن عقب نمیده. باشه داشت تا گفتی باسن اینجور نگاهی این چیز اون امین دو کردازی جونم داداش امین تیجه یه دیسکون کو داداش. من داشتم موزیکای بهروز و اینا رو گوش میدادم، بهروز و اینا رو گوش میدادم. ببین یه دوره یه ذره همه به این بدوایب شده بودن، دیس نمیدادم ولی خیلی گنگ میخوندم. مثلا دیگه چند تا این رو بگم سلطان واسه همین تصمیم گرفتم این کارو ترک کنم. بعد دیگه رفت تو خوردم آجی خیلی سمکه این امین تیجه مهربونه رفت تو خوردم و درگیر جدا شدن از اونم الان یکم. اما یعنی خودت هم دوست داری یه خورده باشی همه آجی مثلا بعضی وقتا میگم دیگه این به تیکه انداخت دیسش کن. مو فهم حالا حالا با اینو دیس کنی این فردا این تکس بده اون تکس بده آه حوصله اون دردسر بعدش میاد. آه حاجی اصلا حاجی منم تا حدی اینجوری ام، من مثلا منم میشتم دیگه، مثلا فلانی بهم تیکه میندازه اون مثلا تمام اون اینو میگه فلان، من حوصله بعدشو ندارم اصلا. میتونی آدم میتونه جواب بده ولی دیگه جواب بده که چی بشه، نه کینه یا کسی به دل میگیرم نه با کسی تاشم اینو اوکی یعنی آره خبری نیست حاجی دستت بیاد جلو. به خودت هست باش به خودت آسیب. تا حالا سلبریتی دید به بر بخورن نزدیک مثلا تو ذهنت یارو مثلا یه جوری بوده یهو ببینیش؟ آره یه بار برام پیش اومده ولی به زبازش نه. تو رپ و اینو بوده آره چیز بچه های همنست خودمونم بیدیش چرا مونده اوکی بود بهش بعد اونو کردی؟ خب بذار سنگین بزن داداش بی خیال شد دیگه فرشته یه فرقی بکنه با خونه نشستنت. چیزت چیه؟ چی؟ فرست دیت ایدئالت، قرار اول با دختر، ورژن ایدئالش مثلا کجا بری خوبه؟ تاجی خیلی این قضیه بدم اصلا، خیلی تو این فازه اصلا فکر نمی‌کنی؟ نه فرست دیت هیچ وقت تو زندگیم شاید دیگه تجربه نکنم. آره یعنی اگه الان که از رابطه هم راضی هم، اگه از این رابطه خدایی نکرده یه روز خارج شم با یکی از دوستای قبلیم دوباره میام اصلا سراغ آدم جدید و سلیم هم میام سنگیرش نکن بابا. خب کلن دیت مورد علاقه چجوریه؟ بذار اول سلطان تشخیص بده. دیت ایدئال از اگه خونه بشینی یا یعنی اینکه بری بیرون رستوران خونه که یه جوریه خونه پرسنی یا توییتر من خونه پرسن هم ولی خونه یه جوریه برای دیت اول به نظر اول آره آره بری بیرون جالب تر خودت هم راحت تری تموم شد؟ آره 50 کیلو داد بزن
چند تا بود؟ این دیگه فردا صبح بیدارشی واقعا جلو بازو درد میکنه پوش بازو امروز صبح قرار بود پوش بازو بزنیم نزدیم صبح هم باشگاه بودی تو؟ نه نرفتم بگیم حرکت بعدی جلو بازو تنابی خب صاف وای میسی بدن عقب نمیگی جلوه یا صاف صافی یا جلوه خب میاری بالا مچتو باز میکنی نمیتونی بس همینجوری صاف وایسی میاری بالا بازش میکنی ببین مچتو میچرخونی الکی بازش نکن ببیرون فقط مچو میچرخونی تا آخر اینه تو باشگاه خودمون به من میگو من چون اینو این باز میکنن بزنم؟ من میزنم اول الان دوباره میگه سباکه اینجا قطعه من بزنم دوباره روحیت رو دست 25 بزن 25 بزن 30 بزنم که نه حرف تو باشه اینا اینطوری نیست سلطان باید سیمشو بدی از اون بر حاجی من از اینا متنفرم تو باشگاه شبیه خایست اینجا با این حرکت نفسا میگی صورت خودت سیمشو از اینا استفاده نمی کنم داشت سنگینه من میخوام مصاحبه کنم اینو سباکه اسم عضله تو بدنم اسم خارجیشو میتونی بگی علمیشو من رشته اولم که رفتم دانشگاه چون رشته عوض کردم برای سربازی و اینا که مثلا طول بکشه رشته اولم چیز بود مهندسی پزشکی یه درس داشتم آناتومی تنها درسی تو مهندسی پزشکیه که پاس کردم ولی هیچی ازش یادم نیست آره میخواستم دیگم بلد بودم ولی الان هیچی ازش بایسپس رو بگم بلدی بایسپس به این میگن ترایسپس به این درست میگم کوچ حسین بزنم سلطان بزن به به ماه تولدت که یه مرداد شیر چیز داری؟ مرده ایده داشت میگم چرا منو اذیت میکنی؟ شبیه هم هستی ریش میذاری چیز اعتقاد داره به این چیزا؟ مردادی ها اینجوری هن مثلا ببین من مردادی ها آره به مردادی ها چون بقیه ماه ها رو که نه خودم هستم نه توجه میکنم خب چجوری هن مردادی ها؟ مردادی ها واقعا خوشقلب هم به نظر من خیلی بدذات نیستن خوشقلب هم بدذات نیستن؟ آره این مقدار هم مغرور هم مغرور که خیلی مغرورن ولی ببین چجوریم یه مغرور آخه وجود داره که بقیه رو آزار میده یه مغرور وجود داره که فقط تو خودتو دست کم نمیگیری آه. یعنی صرفا اعتماد به نفس آقا فرشت بلد نیست با اینا کار کنه کمکش کنه تو دست که مشکل پیدا کرد مرداد مغروره پس میگی آره مغروره ولی مغروری که مثلا بقیه رو حرص بده اذیت کنه نه مغروری که فقط خودشو دست کم نگیره میدونی چی میگم مغرور که فقط خوش هستی کم یه برنامه خودت هم بود فکر کنم یه بار راجع به مغرور و خود خواه من یه چیزی گفتم که میمشم در اون میمش آخا حاجی شما جل ببخشید مردادی زیاد هم هست دیماهی اینجا کی هست؟ سپردیفو پلشت حالا اینجا نیست نمیدونیم ولی تو غرور واقعا کیر دیماهی هم نیستی فکر کنم خیلی چی میگه؟ دیماهی ها خیلی مغرور تو دیماهی؟ حیف که ما سپردیفو رو فقط دیماهی دیدیم دیماهی ها خیلی سگ و انم هم معروف ان خدایی سپرم جزکی به خودمون خیلی یه وقتایی مثلا ولی نه خدایی مرداد با پرستیش حالا تو نمیشه دیماهی اینجا باید شده تو چشمش نها کنیم نه دیگه مرداد با حالتره قبول نمی کنه دیگه چیز آها سوالم اون برای من میگم تقلب میکنم با تو فکر تو چقدر چند وقت متعهدی؟ زیاده متعهدی که اینی؟ دو سال خورده متعهد دو سال خورده زندگی با چیز بیشتر حال میده یا؟ مندم زندگی با خانوم یا مندم؟ ببینم خیلی یه چیزی گفتم رفتی خونه مایتاره بزنی سر مندم بیشتر حال میده چون واقعا اونور حرص و مثلا عصبانیت و اینا بیشتره ولی خب هیچ وقت چجوری بهت بگم اون آرامشی که اونور هست اینور نیست دیگه آره واقعا یعنی یه 50-50ای باید بینش باشه به نظر من نمیشه با یکیش تا آخر سر کرد مثلا من میگم شب باید بری پیش چیز یعنی زندگی متأهلیت ولی تا قبل شب با مندم حال میده آخه شب واقعا میخوای با بچه کنارم دیگه بخوابی چیکار کنی
ببین در کل حالا خیلی چجوری بهت بگم، من جفتشو انقدر واقعا 50-50 دوست دارم که نمیتونم، حتی حاضرم شب برم پیش بچه ها صبح برم پیش مثلا میدونی دوست دارم. خب بذار اینجوری بپرسم، خیلی... تنها بیشتر دوست داری زندگی کنی؟ نه تنهایی رو دوست دارم. تنهایی رو نیستی؟ اصلا یه دلیلی که من باشگاه نمیرم، چه غروری شما دارید پس؟ یه دلیلی که من باشگاه نمیرم کره گرفتاری اینه که رفیقان باشگاه نمیان. این به خاطر این باشگاه آره، یعنی من اگه لینو سخت گذاشتم کنار چون رفیقام سخت گذاشتن کنار، کلا بچه تنهایی نیستم، بچه ها رو پشتن هم بجون سوار خیلی رفاقتی هم. تموم شد؟ ای تمام، منم تمام، خدای شکر. اونقدر فشار نمیورد. ولی بریم. توی حرکت پلانک ما چند مدل پلانک داریم. ولی عمومی ترین و استانداردش اینه که ساعدها موازی هم باشه، باسن تو راستای لگن و عرضم به حضورتون فیله کمر و شکم باشه. شکم فیله کاملا سفت و منقبضه که شما تحمل بیشتری داشته باشی تو حرکت. سرشونهاتو ننداز، سعی کن اکتیف نگهش داری. حالا میتونی بین دستتو نگاه کنی یا میخواین صحبت هم بکنی میتونید با هم تو صحبت باشید. بریم. خب اینجا حق یا چپ داریم. اوکی. یه سری چیز بهت میگم تو بگو چپ یا اوکی. فکت نگاه نکن باش. هیچی از بزرگتر شاهی نجفیه چپ. نه حق دیگه نمیدونم دیگه. حق پرستریمتان ترک آندر ریتد تو سانکرول جیلی زیلیزه. حق تن رپری که تا حالا دیس نشده صادقه. کپ قدیمی ترین بیف فارسی بیف حسین و هیچ کس. کپ کم سولو ترین آرتیست تو کریرش سیجله نسبت به بازه زمانی که فعالیت میکنه. حق بیشترین رس همون شد باره دیگه همون شد سیسانگیه و یکی دیگه بریم خیلی کم بود نمیتونیم دیگه بریم به خاطر درخواست زیاد امین تیجه به ورزش بریم. سه دو یک. خب کجا بودیم؟ این راجع به رپ نیست، بیشترین قسمت تشکیل دهنده مغز عضله است. کپ آفرین. ها این راستی چیز آناتومی خونه. رایج ترین گروه خونی اوی منفیه. اینو بگو ببینم اینو عمرن اگه بدونم. کپ حق بود. گرون ترین عدوی تو برو سوالا رو بپرس. من این طوری هم دوباره بپرس. خب ده سانیه مونده. برزیل تنها تیمیه که تو همه جام جهانی بوده. برزیل حق. برزیل هر کار کنه حق. پرسته با ترین حرف تو کلمه های فارسی یه 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 دروغه که نصف مره من اکی رو کنم. تمام شد. یه سوال آخریه بود اونو بپرسن. بپرس تو رو خدا. باید بزنیم. باید ده ثانیه بزنیم. آقا من میزنم. آریانا گرانده بزرگتر از پوریه. کپی اینجا. من آریانا گرانده رو نمیخوام. آریانا گرانده 30 سالشه. جدی؟ پوری 27-8 سالش آریانه یعنی 30 سالش پشما حاجی آریانه گرنده اینقدر خیلی عجیبه من شنیدم ریدم ولی خوشگله ولی خوشگله. خب کدوم کادر رو داریم؟ گنگ بچه ها این بود قسمت اول. بیا اینجا بیا بچه ها گنگ بچه ها اونم هست این بود قسمت اول اسم برنامه چی بود؟ خمار شکن با همین دیجه یا خمار شکن اسم خوچ حسین خودکشی اومد کاش مامانم اینو تو یوتیوب نبینه. آقا برو بریم گنگ لایک و سابسکرایب اینا هم یادتون نره تا ویدیو های بعدی.